خب اگر بریم و صفحات سلبریتی ها و اشخاص مشهور در داخل اینستاگرام تماشا بکنیم، شما دیده میتونیم که در کنار یوزرنیمشان یک تیک یا هم یک مارک آبی وجود داره. چگونه تانستن یا این تیک آبی را به دست بیارن و چی موارد ضرورت است تا اینکه ما بتانیم که مارک آبی را در داخل اینستاگرام به دست بیارن؟ پس در ویدیو امروزی برای شما این را آموزش میتم که چگونه میتونین شما برین و این فرم را خانه پوری بکنین و چانس تزیر داشته باشین که تیک آبی را هم در روی اکانت اینستاگرامتان به دست بیارن. پس اگر میخواین در موردش معلومات حاصل بکنین و میخواین بفهمین که چی موارد نیاز است به خاطر گرفتن مارک آبی یا امو بلو بیچ در داخل اینستاگرام و چی کارهایی را باید انجام بدیم، از کجا باید شروع بکنیم، چی اسنادها نیاز است و چگونه میتونیم که کار انجام بدیم، پس کلا در مورد همهش در داخل از این ویدیو میخواین براتون صحبت بکنم و براتون را آموزش بدیم. اگر میخواین در موردش معلومات حاصل بکنین تا ختم از این ویدیو همراهی ما بکنین. خب دوستان عزیز، امی رقمی که شما معلومات دارین در داخل اینستاگرام فقط اکانت هایی که اکانت های معتبر هستن یا هم اکانت هایی که توسط اینستاگرام وریفای شده هستن او چک مارک آبی یا هم تک آبی در داخل اینستاگرام به خود دارن. خب در ویدیو امروزی برای شما میخواهیم که گرفتن از امور آموزش بدیم. خب فقط کافی است که بیاین و وارد اکانت اینستاگرامتان شوین، روی از سی دکمه وجود داره روی از کلیک بکنین و بعدشان بین روی ستینگ کلیک بکنین. این مراحل رقم پیش میبرم. اگر شما موبایل اندروید دارین یا ایفون فرق نمیکنه، روی هر کدام مدل موبایل ها این مراحل را شما میتونین که انجام بدین. این کار را انجام دادین بعد اون مین روی گزینه اکانت شما در قسمت کلیک میکنین، اکانت رو که کلیک کردین مین آپشن بعدی که مربوط میشه به ریکوست وریفیکیشن، مین روی ریکوست وریفیکیشن شما کلیک میکنین. از این قسمت مرحله ای است یا هم فرم برای شما باز میشه که شما در این قسمت میایین و همه هویتتان را به خود اینستاگرام شما مشخص میسازین و با مشخص کردن ازمی شما توانایی زیره می داشته باشین که بعدن بلو چک مارک یا هم امو بلو بچ یا هم تک آبی در داخل اینستاگرام به دست بیارین. خب در قدم اول برای شما یوزرنیم خود اینستاگرامتان را نشان می ده که در این قسمت شما یوزرنیمتان را نوشته می کنین. اگر نوشته نشده باشه به حالت اوتومات. مرحله دوم بخش فول نیم است که در بخش فول نیم هم شما میرین و نام و مکمل خودتان را نوشته می کنین و شما نام را نوشته می کنین که آپشن بعدی که مربوط میشه به داکومنت تایپ. در داکومنت تایپ اگر شما میایین به طور مثال پاسپورتتان را در قسمت اضافه میکنین، نام را که شما در فول نیم نوشته میکنین همراه با پاسپورت باید مطابقت داشته باشه. یا اگر شما درایوینگ لایسنس را انتخاب میکنین، نامی که در داخل از این لایسنس وجود داره باید هم شما در قسمت در بخش فول نیم همون نام را نوشته بکنین. یعنی نام را که در فول نیم نوشته میکنین همراه با این داکومنت تایپ را که شما انتخاب میکنین که مربوط میشه به تکس یا مربوط میشه به تذکره یا مربوط میشه به بل های اخیری که بعد استوردین یا هم آرتیکل های مختلف، مقاله های مختلف، پاسپورت، لایسنس، هر کدام از اینا که شما میرین داکومنتش را اینجا فعلا اپلود میکنین به معین شکل در بخش فول نیم هم اونم نام را شما باید نوشته بکنین. این کارم که انجام دادین بازم مین پوینتر و در این قسمت شما کاتگوری اکانتتان را انتخاب میکنین که بعضی اکانت های هستن که مربوط میشن به ورزش یا هم سپورت یا هم مربوط میشن به میدیا یا مربوط میشن به میوزیک یا فیشن یا انترتینمنت یا هم اگر گیمر هستن یا هم یا کاتگوری های مختلف دیگه. میاین و در این قسمت شما امو کاتگوری اکانتتان را انتخاب میکنین که اینستاگرام بعدن به اینمی کاتگوری شما را بشناسه. خب به طور مثال اگر شما یک آوازخوان هستین میاین به این شکل میوزیک را انتخاب میکنین، یا هم اگر شما اگر یک ورزشکار هستین میانه به شکل سپورت را انتخاب میکنین. یک انتخاب کردین بعدشان هم میانه شما کنتری یا منطقه تان را انتخاب میکنین که اگر شما یک ورزشکار هستین و یک سلبریتی هستین شما مربوط به کدام کشور میشین. مثلا مثال ما میانه افغانستان را انتخاب میکنین. موضوع بعدی هم که از آدینس است که ایره شما میتونین خالی هم بگذارین، ای آپشنال است. بیزی هم اگر شما کلیک کردین میتونین بیاین و امو کتگوری آدینس شما را و یا هم اشخاص که شما را فالو میکنن اونا را میتونین انتخاب بکنین که به طور مثال شما اگر در ورزش کرکت به طور مثال فعالیت دارین میانو در بخش آدینس شما اینجا قسمت کرکت نوشته میکنین که آدینس ما یا هم امو کسایی را که ما را فالو میکنن مربوط به ورزش کرکت میشه. اگر نوشته میکنین فرق نمیکنه. این کار را هم که شما انجام دادین موضوع بعدی دو لینک را شما باید در قسمت اضافه بکنین که لینک اول مربوط میشه به سوشل میدیا یا هم نیوز آرتیکل. اگر شما کدام سوشل میدیای دیگه دارین میتونین در قسمت سوشال میدیا رو انتخاب بکنین و
و دوستای عزیزی، همون از ویدیو امروزی ما امیدوار هستم که از این شکل ویدیوهایی را که برای شما آماده می‌سازیم به محل دلتان بوده باشه و از ویدیوهای ما لذت کامل را برده باشین. اگر همین شکل است، خیلی خوشحال بشیم در داخل چنل سابسکرایب بکنین و حتما ویدیو را هم بر دوستای دیگه‌تان شریک بسازین. از دیو ویدیوهای جدید می‌بینیمتان. فعلا وقتتان خوش.